یک جامعه در چه وضعیتی از حالت بیشکی و بیسوالی خارج می شود و ذهن افراد آن دچار چنان تحولی می شود که در خصوص هر آنچه تا به حال برایشان روال جاری بوده شک کنند و آنها را به فکر کردن وادارد؟ آیا همه‌گیری ویروس کرونا و تغییراتی که به تبع آن در شیوه کار و زندگی مردم به وجود آمده می تواند یکی از این وضعیت ها باشد؟ اگر چنین است، پیامدهای این اتفاق برای جامعه‌ای مثل ایران که در آن مذهب حاکم است چه خواهد بود؟ سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن پاریس و مهمان من در این برنامه، به عبارت دیگر شیوع جهانی ویروس کرونا را به آینه‌ای تشبیه می‌کند در دست جامعه برای نگریستن به خود با چشم‌هایی که شسته شده. این چشم‌های شسته شده در جامعه ایران چه می‌بینند؟ آقای سعید پیوندی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. منم به شما و بینندگان شما سلام میگم. تصور من آقای پیوندی از این که چشم‌های شسته شده که شما به کار بردید اینه که منظورتون اینه که مردم چشم و گوششون به روی واقعیت‌هایی که تا حالا مقدس و غیر قابل تغییر بود بازتر شده. منظورتون اینه دیگه؟ تا حدودی همینه، یعنی ما در حقیقت در همه حوادث بزرگ طبیعی بالاخره این بحث پیش اومده که به خصوص در یک کشوری مثل ایران که مذهب درش حضور بسیار قوی داره، بسیار پررنگی داره، اینه که بالاخره نقش قضا و قدر چی بوده، به چه دلیل این اتفاق افتاده، چون در واقع نوع برخوردی که مسئولین دینی میکنن، رهبران دینی میکنن با در واقع چنین پدیده هایی، اینا برای جامعه میتونه محل پرسش ایجاد بکنه. ما وقتی که به وبای قرن 19 هم در ایران یا حوادث طبیعی مشابه دیگه برگردیم، میبینیم در اون زمان ها هم برای برخی این مسائل پیش اومد، ولی جامعه ما در اون موقع اصلا آمادگی اینی که این پرسش رو به طور عمومی و در سطح وسیع مطرح بکنه در اون زمان ها نداشت و شاید این بار یه فرصت جدیدی باشه برای اینکه جامعه ما این پرسش ها رو به طور اساسی از خودش بکنه. خب حالا مردم ایران در این آینه کرونا چی میبینن؟ به نظر من در حقیقت جامعه‌ای که ما الان داریم یه جامعه‌ایه که از یه طرف در حقیقت سطح آموزش بسیار بالا رفته، موجوده طبق آخرین سرشماری 14 میلیون نفر از افراد ایران از آموزش عالی برخوردار شدن، 89% باسوادن، 75% شهرنشینن، یعنی همه اون داده های جامعه تقریبا توسعه یافته رو ما در ایران داریم، ولی همزمان یه حکومت مذهبی داریم که در طول این 40 سال از طریق دستگاه های تبلیغاتی گسترده خودش مثل نظام آموزشی، رسانه‌های سراسری و انواع فعالیت‌های دیگه، یه نوعی میشه گفتش که این جامعه رو مذهبی‌تر کرده یا رابطه‌شو با مذهب در واقع کاملا تحت تأثیر قرار داده. بنابراین کرونا یه فرصتیه برای اینکه بعضی از این مسائل حداقل مورد پرسش دوباره قرار بگیره، به ویژه اینکه در شبکه‌های مجازی در این چند هفته ما شاهد در واقع گردش خبرها، گاه طنز در این مورد یا چیزهای خیلی گسترده بودیم که حساسیت جامعه ایران رو واقعا به این مسئله نشون داد. دست کم حساسیت بخشی از جامعه ایران رو در ارتباط با مذهب و موضوع اون در واقع همه روایات و بیان و چیزهایی که از مذهب وجود داشت و واقعیت کرونا.
یکی از دغدغه های متفکران دنیا همواره این بوده که مردم به نظم و روال معمول خو می کنند و در مورد اون شک نمی کنند، سوال نمی کنند و در چه چیز تغییر نمی کنه. ولی مقاطعی در زندگی بشر و جوامع هست که اتفاقاتی می افته که این روال به هم می خوره. مردم شک می کنند، سوال می کنند و تغییر ایجاد میشه. حالا شما فکر می کنید که این شیوع ویروس کرونا هم یکی از اون مقاطع و البته خیلی های دیگه هم اینطوری فکر میکنند. حالا اگر اینطوره به نظر شما عواقبش برای جامعه و برای حکومت ایران چه خواهد بود؟ در حقیقت اگر به مجموعه بحث هایی که انجام شده تو ایران، چه در سطح خیلی وسیع چه در سطح فقط نخبگان جامعه برگردیم در ارتباط با دین، میتونیم بگیم که در حقیقت خیلی از چیزهایی که تابو بوده و تا الان مطرح نمی شده تونسته در این دوران مطرح بشه. من اگه یه مثال بزنم میتونم بحث شر رو بزنم، برهان شر. میدونید که در از دیرباز در از فلسفه یونان در واقع اون برهانی که به اپیکور منسوب میشه، اون میگفتش که اگر خدا دانای مطلق، قادر مطلق و خیرخواه مطلق، شر نباید وجود داشته باشه و اگر شر وجود داره این به این معناست که خدای مطلق دانا، خدای مطلق قادر و خدایی که در واقع خیرخواه مطلق هست، این بنابراین به این شکلش وجود نداره. این بحث در اسلام خیلی کم مطرح شده. مطرح شده در مثلا مطهری بهش پرداخته، آیت الله سبحانی بهش پرداخته، ولی اگه مقایسه کنیم مثلا با مسیحیت یا با ادیان به خصوص یهودی ها بعد از جنگ جهانی دوم، این بحث اصلا در ایران به اون صورت به طور گسترده باز نشده. و اگر به ادبیات همین چند هفته برگردیم، مصاحبه هایی که مثلا با سروش، با کدیور، با یوسفی اشکبری، با یاسر میردامادی با که انعکاس نسبتا خوبی هم در جامعه ایران داشته، اینا در واقع میشه گفتش که یه نوعی در واقع در یک بحثی وا شده که میتونه برای حکومت اسلامی نتایجش خیلی در واقع مهم باشه، از این نظری که اون روایتی که اینها از دین دارن و اون روایتی که از دینداری دارن میتونه به طور جدی مورد پرسش قرار بگیره. خب حالا این حکومت مذهب در ایران 40 ساله که تلاش کرده که جامعه رو اسلامی بکنه و این تلاشش هم با انقلاب فرهنگی در سال 1359 که الان 40مین سالگردش هم هست شروع شد، که تلاش اولی البته اسلامی کردن دانشگاه ها بود و نظام آموزشی. شما هم در این مورد مطالب زیادی نوشتین آقای پیوندی. حالا شما فکر میکنید که با این وضعیتی که پیش اومده و از یک طرف این تلاش ها ظاهراً به نتیجه نرسیده و از طرف دیگه چشم گوش مردم بیشتر باز شده و شک و تردیدهایی و سوالهایی در این مورد حتما بیشتر هم خواهد شد، شما فکر میکنید این به معنای پایان انقلاب فرهنگی در ایران خواهد بود؟ خیلی سخته پاسخ دادن به این پرسش مهم، برای اینکه ما در حقیقت چه در مورد رابطه یک جامعه با مذهب در موردی مثل ایران، چه در مورد بقیه پرسش های مهمی که الان در کشورهای مختلف و در سطح دنیا مطرح است در مورد دوران پس از کرونا، همه چیز بستگی به این داره که در واقع نیروهای زنده جامعه، به نظر من نخبگان، سرآمدان، به خصوص اونایی که با مذهب یه رابطه نزدیک داشتن و یا اندیشمند مذهبی بودن، اینها چجوری در واقع این بحث رو پیش ببرن و تبدیل کنن به یک بحث جدی در جامعه ایران. واقعیت اینه که خیلی از این بحث ها در جامعه ایران حالت تابویی داره و حکومت نگذاشته در طول 40 سال گذشته این بحث ها به طور جدی، برای مثال همونجوری که اشاره کردین در مورد اسلامی کردن دانشگاه ها این بحثا باز بشه. ما وقتی که اوایل کرونا خب یه بحث زیادی بود در مورد اینکه آیا طب اسلامی یا در واقع سنت هایی که وجود داشت در ایران، مثلا یه عده میگفتن اگه تربت امام حسین رو مثلا به خودتون ببارید خوب میشید، یا اگر این یا اون سوره رو بخونید خوب میشید، آیت الکرسی رو بخونید خوب میشید، یا سوره حمد رو بخونید خوب میشید. خب یه مقابله وجود داشت بین بخشی از روحانیت در واقع گذشته‌گرا و خرافی با
علم جدیدی که در پی یافتن راه حلی برای کرونا بود. این در جامعه انعکاس زیادی پیدا کرد. بنابراین اسلام معلوم شد که تنها رفرانس و یک راه حل ابدی و ازلی برای همه چیز نیست، چون انقلاب فرهنگی در سال 1359 در پی انقلاب 1357 ادعاش این بود که اسلام آخرین و کاملترین دین هست و برای همه چیز پاسخ داره. خب در عمل بعد از 40 سال ببینیم که جامعه ایران کجا وایستاده. در مقابل بیماری کرونا جامعه ایران همون آسیب پذیری داره که یک جامعه کمونیست، یک جامعه مسیحی، یک جامعه یهودی یا همه جای دنیا. بنابراین اسلامی بودن حکومت و اسلامی کردن جامعه ایران هیچ کمکی برای مبارزه با کرونا نکرده، برای اینکه اینجور چیزا اصلا ربطی به دین نداره، در حالی که در گذشته اینطور وانمود میشد که گویا حکومت دینی باعث میشه که در خیلی از حوزه ها ما مشکلات و مسائلی که جوامع دیگه دارن در حوزه های مختلف، در حوزه اخلاق یا در حوزه دیگه نداشته باشیم، و اسلام یه راه حلی است برای یه راه حلی داره برای همه چیز. کرونا نشون داد که نه، مسلمان ها باید منتظر باشن که این واکسن ها در کشورهای غربی و پیشرفته‌تر ساخته بشه و اون وقت از اون استفاده کنن برای اینکه در مقابل این بیماری ایمن بشن. این یک پیام داره و اون اینه که در حقیقت ما وقتی به همچین موزلی برمیخوریم پاسخش علمه و دین قادر به پاسخ دادن به این مسائل نیست، در حالی که ادعایی که در ایران وجود داشت پیشتر این بود که گویا دین برای همه این مسائل میتونه پاسخ داشته باشه. شما مطالبی هم که در مورد انقلاب فرهنگی نوشتین از جمله به اینم اشاره میکنید که به هر حال اون معماران اولیه انقلاب فرهنگی خودشون هم نمیدونستن که اصلا اسلامی کردن دانشگاه ها یعنی چی و نمیدونستن باید چه کار بکنند، و حالا هم که خیلی هاشون معتقدن که به هر حال این به نتیجه نرسیده. حالا فکر نمیکنید که خود حاکمیت اصولا دیگه نتونه ادامه بده، یعنی قادر نباشه که به انقلاب فرهنگی ادامه بده؟ به هر حال این یه بحث خیلی مهمیه، برای اینکه ما در ایران خیلی کمتر متاسفانه این فرصت رو به جامعه و به جامعه علمی یا به جامعه یا به متخصصین میدیم که در مورد کارنامه یک پروژه داوری کنن، به بحث بنشینن، بحث سنجشگرانه بکنن، بگن خیلی خوب ما خواستیم دانشگاه رو اسلامی کنیم 40 سال پیش، یک حرفایی رو در اون زمان زدیم. آیت الله خمینی در اولین دیدارش با شورای انقلاب فرهنگی، اونایی که بعدن شدن شورای انقلاب فرهنگی، گفت که شما خیالتون راحت بشه که این در واقع کار خیلی سریع باعث میشه که در دانشگاه ها پیشرفت بکنن، علم پیشرفت بکنه و فرهنگ غربی از ایران در واقع بره و ما تبدیل بشیم به یک کشور خودکفا و مستقل از نظر علمی و فرهنگی. خب این حرف در سال 1359 زده شده، یعنی 40 سال پیش. حالا وقتشه که ما یک بیلان بگیریم و بگیم چه اتفاقی افتاد. آیا دانشگاه های ما اسلامی شدن؟ آیا بخش مهمی از دستاندرکاران اولیه همین انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها خیلی زود از قطار انقلاب فرهنگی پیاده شدن و خیلی هم برخورد کردن، مثل آقای سروش، حتی اخیراً داوری اردکانی یا آقای گلشنی که یکی از پروپا قرص‌ترین، ایشون فیزیکدان دانشگاه شریف هست بازنشسته البته، یکی از پروپا قرص‌ترین طرفداران همین اسلامی کردن و اسلامی کردن علم بودن. ولی همه اینا الان به این نتیجه رسیدن که سروش خیلی زود، اینها خیلی دیرتر، که این در واقع آب در هاون کوبیدن است. یعنی ما دانشگاه اسلامی نداریم، علم اسلامی نداریم، ما علم داریم و دانشگاه. و کسانی اگر در اسلام حرفی دارن در مورد اون حوزه علمی باید بیان حرفشون رو از موزه برای مثال اسلامی بزنن، ولی خود دانشگاه اساسا نمیتونه یه چیز اسلامی باشه. دانشگاه یک نهاد سراسری علمی است که در واقع کارش اینه که پرسش کنه و مرزهای دانش‌های گسترش بده و این نمیتونه دینی باشه. یعنی ما نمیتونیم دانشگاه زرتشتی، مسیحی، یهودی، کمونیستی داشته باشیم. ما دانشگاه داریم و هم و اون چیزی که غیر از این باشه دیگه اون وقت دانشگاه اسمش نیست، مثلا مثل حوزه علمی قم. من میتونم حتی بگم که وقتی که بحث وحدت دانشگاه و حوزه بود همه فکر می‌کردن که این حوزه قراره بیاد
به دانشگاه بگه که چجور باید کار بکنه دیگه. امروز بعد 40 سال میتونیم به جرأت بگیم که این حوزه ها هستن که بیشتر دانشگاهی شدن، رفتن دنبال زبان های خارجی، رفتن دنبال سازماندهی درس های حوزه به شکل دانشگاهی، و اون چی که برای دانشگاه از اسلامی کردن موند همون حراست است و چند تا روحانی که به عنوان نماینده آقای خامنه ای یا امام جمعه در اونجا هستن، و انواع محدودیت های امنیتی که بیش از این که مفید باشن جلوی پیشرفت علم و جلوی در واقع شکوفایی و خلاقیت دانشگاهیان، چه دانشجویان چه استادان رو میگیرن. خب حالا با اومدن ویروس کرونا و باز شدن چشم گوش مردم، یعنی بیشتر باز شدن چشم گوش مردم، ممکنه که آیا راه برای حرکت جامعه به سوی یک سکولاریزم و نظام سیاسی حکومتی که جدا دین از حکومت جدا باشه هموارتر شده باشه؟ پاسخ به این سوال خب مشکله، برای اینکه یه بخشش برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی و حوادث سیاسی. من فکر میکنم اگر ما بخوایم یه مقایسه تاریخی بکنیم، خب امیرکبیر رو میتونیم بنیانگذار در واقع روند سکولاریزم در ایران بدونیم، کسی که تلاش کرد که به تدریج بعضی از نهادهای رسمی حکومتی رو سکولار بکنه و همینطور دارالفنون رو به وجود آورد که اولین نهاد آموزشی سکولار در ایران بود. این سکولاریزمی که در حقیقت در ایران اون زمان آمد و به درستی هم در اون زمان توسط روشنفکران دوره مشروطیت پیش از اون بعد از اون اشاره شد، به معنای ضدیت با مذهب نبود، بلکه به معنی این بود که مذهب سر جای خودش باشه، یعنی در مسجد باشه، در اون جایی که باید باشه، و سیاست و دنیای حکومت دست متخصصان و کسانی باشه که سیاستمدارن، مدیرن و باید در واقع انتخاب بشن توسط مردم و حکومت بکنن، نه به خاطر دینداریشون بلکه به خاطر تخصصشون. خب رضا شاه در واقع و محمد رضا شاه این روند رو توسعه دادن تا اینکه سال 57 یک در واقع شکاف، یک گسست به وجود اومد و یه حکومتی به وجود اومد که در واقع یک بار دیگر سکولاریزم و این جدایی حکومت و دین را در مقابل جامعه ایران قرار داد. از اون زمان در حقیقت ما شاهد یک شکاف هستیم بین نهادهایی که گفتمان غیر سکولاریستی دارن، غیر در واقع دینی دارن، و جامعه‌ای که از نظر ذهنیتی هرچه بیشتر سکولار میشه. شما نگاه کنید به رفتارهای جمعیتی جامعه ایران، شما کنید به رفتارهای مصرفی جامعه ایران، شما نگاه کنید به رابطه که ایران مردم ایران دارن، گروه های مختلف و به خصوص جوان ها دارن با امور دینی، با دینداری. در همه این حوزه حتی اونایی که دیندارن هستند یه نوع دینداری سکولار دارن که به شیوه گذشته و سنتی نیست، و اون کسایی که واقعا به طور سنتی در مورد مذهب فکر کنن تبدیل شدن به یه اقلیت در جامعه. و این اتفاق در واقع به این معناست که امروز بین نهادهای رسمی که در ایران وجود داره، یعنی دولت، شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت، پارلمان و همه اون چیزی که در ایران وجود داره و ذهنیت جامعه ایران، یه نوع شکاف جدی به وجود اومده و بخشی از بحران مشروعیت جامعه به همین شکاف برمیگرده. شکاف بین ذهنیتی که دیگه نمیخواد دین و روحانیت منشأ و منبع همه چیز باشن، بلکه میخواد به شیوه امروزی زندگی بکنه، مدرن باشه، بدون اینکه ضد دین باشه. یعنی ما در واقع با حکومت دینی متوجه شدیم که هم دین فاسد میشه هم حکومت. 40 سال حکومت دینی در ایران اول نتیجهش بی اخلاقی بیشتر در جامعه ایرانه، فساد بیشتر در جامعه ایرانه. اگر قرار بود حکومت دینی فقط یک فایده داشته باشه، اونم اخلاقی کردن جامعه بود، کم شدن دزدی و اختلاس بود، کم شدن انواع در واقع نابسامانی های اجتماعی ناشی از مشکلات اخلاقی جامعه بود. ولی همه امروز اعتراف میکنن که حتی آقای کسی مثل آقای توکلی که از مسئولین بلندپایه کشور بوده، که در ایران فساد سیستماتیک شده، یعنی دستگاه های دولتی و اون کسانی که درگیر مبارزه با فساد باید باشن مثل دستگاه قضایی خودشون فاسدن. خب اگه حکومت دینی
همین یک مسئله رو نتونسته در جامعه ایران حل بکنه و جامعه ایران فاسدتر از گذشته است، این نشون میده که در واقع حکومت دینی و نگاه دین، نگاه این در واقع کارکرد دینی برای حکومت، این نگاه در بن‌بست هست و بهایی که جامعه ایران هم بابت این پرداخته متاسفانه بسیار بسیار سنگینه. که خب شما معتقدید که به هر حال خواست سکولاریسم در جامعه از قبل هم وجود داشته و الان هم داره تقویت میشه و یه نوع حرکت سکولاریسم از پایین شروع شده و در جریانه، ولی خود حاکمیت چی؟ شما فکر میکنین که این تغییرات ممکنه در خود حاکمیت هم به وجود بیاد؟ یعنی شرایط یک به وضعیتی برسه که حاکمیت دیگه نتونه به شیوه گذشته حکومت بکنه و ناچار باشه که در روشش تغییر بده و به طرف سکولاریسم بره؟ از نظر مشروعیت سیاسی من فکر میکنم که ما به این نقطه رسیدیم، یعنی بی‌اعتباری حکومت نزد افکار عمومی و نزد در واقع حتی گاه پیروان خودش و حتی خیلی از مدیران خودش در عمل بازتاب چنین وضعیت ذهنی در جامعه ایران هست. اما من فکر کنم گره اصلی حکومت ایران اینه که در حقیقت نوع تقسیم قدرت طوری است امروز که اون بخش از روحانیتی که طرفدار ولایت فقیه به اضافه نیروهای نظامی که از اینا حمایت میکنن در عمل یه نوع بن‌بستی رو به وجود آوردن که جامعه ایران فرار از اون براش، این یه تله تاریخی است برای جامعه ایران، من فکر میکنم خیلی آسون باشه. باید دید ما چگونه میتونیم. متاسفانه نیروهای در واقع مذهبی روشن، کسانی که اصلاح طلبند، کسانی که به این بن‌بست امروز اعتراف میکنن و میبینن این بن‌بست ها، در تحلیل خودشون دورتر نمیرن، یعنی نمیگن که این نتیجه یک حکومت دینی است، این نتیجه وجود ولایت فقیه، این نتیجه دخالت روحانیت غیر متخصص در اموریه که به او ربط نداره، این نتیجه دخالت دین در اموریه که به او مربوط نیست. به جای اینکه با شهامت این حرف را بزنن، همونجوری که خیلی ها میزنن الان خیلی از این در واقع روشنفکران دینی به این خارج از کشور یا در داخل کشور به طور علنی این را میگن، آقای ملکیان این را میگه، آقای مشتهد شبستری این را میگه، آقای سروش این را میگه، ولی باید خیلی وسیع تر از این بشه برای اینکه حتی نمایندگان در واقع جریانات دینی هم در جامعه ایران فریاد بکشند که بن‌بست جامعه ایران پیش از هر چیز بن‌بست یک حکومت دینیه که در حقیقت راه حلی برای جامعه نداره و با سماجت و لجاجت اجازه نمیده که جامعه ایران راهش را به جلو وا بکنه. جامعه ایران در سال 76، در سال 88 از طریق رأی خودش، رأی خیلی روشن خودش نشون داد که طرفدار باز شدن جامعه ایرانه، طرفدار در واقع تنوع بیشتر جامعه ایرانه. جامعه ایران دچار الان یک در واقع تنوعی هست که این حکومت نمایندگیش نمی کنه. این تنوع هویتی، فرهنگی، اشکال مختلف دینداری، در واقع ما جامعه امروز داریم که حکومت نمایندش نیست و هیچ انتخاباتی هم را اجازه نمیده که جامعه بتونه نمایندگان واقعی خودش انتخاب بکنه. ما تو این بن‌بست هستیم. شما در مقاله در این مورد به رنسانس در اروپا اشاره میکنید و میگید که این دستاورد بزرگ بر شانه های استوار میراث جنبش فرهنگی و فکری عظیم قرن های 16 و 18 استواره. حالا شما فکر میکنید که این حرکت به طرف سکولاریسم در جامعه ایران از اون میراثی که شما در مورد رنسانس اروپا صحبت میکنید برخوردار هست؟ یه همچین پشتوانه‌ای داره، الان داره. در انقلاب مشروطیت ما نداشتیم. در انقلاب مشروطیت توازن قوا طوری بود که ما تونستیم در حقیقت کسانی مثل آیت الله فضل الله نوری را کنار بزنیم، برای اینکه در اون زمان آیت الله ناینی بود یا روحانیان دیگری، آخوند خراسانی یا کسای دیگه بودن که تونستن یه نقش مهم بازی بکنن و اجازه بدن که اون اتفاق در ایران بیفته، یعنی انقلاب مشروطیت. ما الان در واقع از اون دوران
در وضعیت دیگه‌ای به سر می‌بریم. ایران تحولات خیلی عمیقی رو پشت سر گذاشته و رابطش با دنیای امروز، با علم، با رفتارهای سکولار بسیار عمیق‌تر شده. بنابراین ما دانشگاهی داریم با 4 میلیون دانشجو و تولیدات دانشگاهی داریم که عمدتاً در واقع سکولار هستن و در جهت تفکر در واقع سکولاریستی هستن. بنابراین این نهادها و این ذهنیت و این انباشت فکری به نظر من در جامعه ایران به وجود اومده. اون چیزی که به وجود نیامده بحث عمومی و بحث جمعی در این مورد، یه بحث سنجشگرانه باز بدون خشونت، بحث بازی که ما بتونیم 40 سال حکومت دینی را بیلانش رو ببینیم، سنجشگری کنیم در موردش. این حرف ها نه علیه اسلام نه علیه مسلمان ها، این ها علیه یک در حقیقت روندیه که ما در 40 سال گذشته یه اوتوپی بوده، که یک آرمانی بوده که یه عده‌ای داشتن اون موقع و فکر میکردن یک جامعه بهتری نسبت به جوامع دیگر میتونن با از راه اسلامی کردن و دخالت روحانیت و دین در حکومت درست کنن. 40 سال کافی است. امروز ما بیلان داریم و اونهایی که امروز برای این کار مبارزه کردن دست کم از نظر اخلاقی این شهامت رو باید داشته باشن که بیان راجع به این بیلان صحبت بکنن و کسایی که شاهد این بیلان بودن، قربانی این بیلان هستن، اونها هم باید بیان و ما بتونیم این دیالوگ ملی رو داشته باشیم که آیا حکومت دینی، دخالت روحانیت در حکومت یک امر مبارک و میمونی برای ایران بوده و یا جز در واقع تشنج، جز بحران، جز عقب ماندگی، حتی در زمینه اخلاق هیچ دستاورد واقعا چشمگیری برای جامعه ایران به خصوص در مقایسه با بقیه کشورها نداشته. نگاه کنید کره جنوبی امروز کجا هست و ما کجا هستیم، نگاه کنید سنگاپور کجا هست ما کجا هستیم، نگاه کنید حتی ترکیه کجا هست و ما کجا هستیم، نگاه کنید برزیل کجا هست ما کجا هستیم. ما چه چیزی رو داریم به دنیا امروز عرضه بکنیم برای اینکه بگیم این 40 سال حکومت دینی این دستاوردشه؟ حتی ما در زمین اخلاقی نمیتونیم به دنیا بگیم که نگاه کنید به یک جامعه ای که حداقل اخلاقش مثلا بهتر از بقیه دنیاست، فساد نیست. حتی ما این را هم قادر نیستیم به دنیا به عنوان یک محصول حکومت دینی ارائه بدیم. آقای سعید پیوندی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما. خواهش می‌کنم.